سلام رفقا، حالتون چطوره؟ خیلی 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 خوش اومدید به چنل مودی تیم. من امیرم و امروز اومدیم با هم دیگه پروژه دریا از امیر تتلو رو تحلیل و بررسی کنیم. برو بریم. خب دوستان، اولین چیزی که تو تصویر میبینیم تلگرام سهیل خداونده است که نوشته بریم سر وقت پروژه دریا از سلطان تتلو. چقدر نور توشه، چقدر آرامش داره. اولین و آخرین چیز که تو این موزیک مهمه حفظ آرامش و عشق نرم مثل موج ها. وقتی پاتو میذاری تو ساحل، موزیک باید همین حسو بهت بده. بریم به امید خدا کلید زدیم کارو، انرژی بدیم. که خب خود امیر تتلو هم چند روز پیش اومد یه نظرسنجی گذاشت توی همون بخش کامیونیتی یوتیوبش، گفتش تنظیم رو بدیم به کی؟ که خب سهیل خداونده بیشتر هستم رأی آورد و قراره که تنظیم این کارو به عهده داشته باشه، که میگن امشب یا فردا حتما منتشر میشه. صحبت‌های خود امیر تتلو هم که نوشته خب آهنگ دریا رو همونطور که شما رأی دادیم گفتیم سهیل خداونده تنظیم کنه به امید طبیعت، که این بار تنظیمش میشه همون که من میخوام. این آهنگ رو تا حالا چندین تنظیم کننده کار کردن ولی هیچ کدوم تا حالا در حد این موزیک نبوده. امیدوارم سهیل بتونه کارو در بیاره. بالاخره دریا سومین آهنگ از آلبوم بهش. خب میخوام بریم اولین و دومین آهنگ از آلبوم بهش هم ببینیم، ولی صرفا کاورش رو الان داریم در تصویر میبینیم. کاوری داره مشابه با کاورهای قبلی که بورینگ و از این به بعد بود، ولی یه مقدار متفاوت تر، که در حال مثلا یه سری از اونا مثل کاور از این به بعد کف زمین جنگل بود، اینجا کف زمین دریاه. اون بالا اسبای دریایی رو دارید میبینید، پایین عروس دریایی، دلفین هایی که دارن پرواز میکنن، دو تا چشمی که داریم میبینیم، که باز هم این بازم یه تیکه‌ایه که امیر تتلو همیشه استفاده میکنه از دو تا چشم، تاجیه که روی دریاست و روی آب شناوره و اینم در نوع خودش جالبه. خود صدفه که باز شده خیلی زوم کنید داخلش یه ستاره هست که همون نماد ستاره تتلوه. بالا هم که دیگه برخورد یک کمیرهاییه که دست و پای زیادی داره و داره فکر کنم یک چیزی رو میبلعه. و اینم بود از موضوعی که در مورد دریا هست. وسطش هم که یه پری دریاییه، صرفا بغلش هم یه دونه ببرش هست. موضوعی که داریم اینه که آلبوم بهشت همانند آلبوم کازموز از امیر تتلو 12 تراک هست و لاین های مختلفی داره. میبینید بورینگ خط اول، از این به بعد خط دوم، و فکر کنم دریا هم توی همون خط اول قرار میگیره اگر نره خط سوم، چون تقریبا مشابه بورینگه، بالا فضای آبی، پایین فضای صورتی مانند تقریبا. و اینم از این ترک بورینگ کاورشو داریم میبینیم، میگینم گفتم همونو، بازم فضاش میبینید این همین کاور دریاست، بالاش آبی، به حال اون ماهی که داره، ماه یا کره زمینی که داره به حال کنده میشه، داره تیکه تیکه ازش کم میشه، بالا و پایین تشابه رنگی داره با کاور آلبوم و کاور ترک دریا. و موضوع بعدی که داریم یه مقدار تحلیل درباره کاور از این به بعد. کاور از این به بعد که ترک دوم آلبوم بهش بود یه مقدار تحلیل داره. قراره بریم اون تحلیل رو با هم دیگه داشته باشیم. برای مثال جعبه مکعبه، حالا تیک تاک و توییتر و اینستاگرام که کف زمینه، حالا اون دوتا چشمی که اون بالاه، اون گوشی که زمین قرار گرفته، قراره بریم اینا رو با هم دیگه ببینیم، بدونیم تحلیلش چجوریه. تحلیل بورینگ رو متاسفانه پیدا نکردیم و ترک بورینگ کاورش تحلیلش پیدا نشد، ولی خب تحلیل کاور دریا رو حتما حتما موقع چیز میذاریم، موقع ریاکشنش میذاریم، یعنی اول ریاکشن سعی میکنیم یه مقدار کاور رو تحلیل کنیم، بعدش میریم سراغ بقیه چیزا و به حال توضیح میدیم این موضوع رو. بریم با هم دیگه یه ذره تحلیلش رو ببینیم. ببینید خودشون نشون دادن، حالا گربه‌ای که سمت چپ تصویره، فیسبوک هم هستش یکی از مکعب‌ها، و سمت راست تصویرم یک سگی هستش که بال داره، دو تا چشم که کاملا مشخصه. قرار باشه اون بخونم، امیدوارم درست بخونم. توی کاور موزیک هم تو که میبینید شبکه‌های اجتماعی، خب همون اینستاگرام، تیک تاک، توییتر و فیسبوک رو نشون داده که در حالت غرق شدن توی آب هستن. و یه موضوع جالبی هم هستش اینه که کاورهای اکثر این آلبوم کف آب داره، یا حالا اون فضای آب داره، اینم در نوع خودش جالبه.
نوشه. حالا شاید براتون سوال باشه چرا واتساپ نه و چرا مثلا تیک تاک توی جلد موزیک هستش. میشه گفت به این دلیل که توییتر و تیک تاک سمی‌ترین فضاها رو دارن. از یوتیوب هم تصویری نیست، چون یوتیوب رو فقط هم یه نگه داشته، هم منبع درآمدش هست، هم فضای نسبتا بهتری داره. این تحلیلیه که خود چنل اتحاد تتلیتی گذاشته. من صرفا آیدیشون رو میذارم توی دیسکریپشن، از اونجا میتونید برید ببینید و آیدی صفحه این اینستاگرامشونه. اون دختر وسط کاور رو آدمهای توی گوشی و صفحات مجازی شیشه گوشی رو شکستن و میخوان بگیرنش، که دست امیر از بالا اومده تا از این فضا نجاتش بده. دو طرف جلد دو تا چشم هست، که معنی همون جمله معروف امیر تسلیه که یعنی طبیعت حواسش به همه چیز هست. و سگ و گربه هم که توی کاور آهنگ بهش اشاره شده، که توی آهنگ هم حالا متنش هستش که میگه از این به بعد لازم نیست حتما محبت توی سگ و گربه ببینید، که نشون دهنده تعادل هم البته میتونه باشه. این بود از تحلیل کاور از این به بعد از امیر تتلو از آلبوم بهشت، که ترک دوم آلبوم بهشت بود. ترک اول بورینگ، ترک سوم به احتمال زیاد دریا که امشب منتشر میشه، ترک چهارم به احتمال زیاد برو که فکر کنم اونم بازم به زودی منتشر بشه. خیلی ها گفته بودن ترک برو از لحاظ دمویی خیلی قوی بود، از لحاظ کیفیت خیلی بالا بود و منتظرن که ترک برو پخش بشه. از ما پرسیده بودن کی پخش میشه، من گفتم با این توجه به اینکه خب امیر تتلو رفته رو دور تون تون ترک دادن، احتمالاً ترک برو هم به زودی منتشر میشه و اون چهارمین ترک از آلبوم بهش خواهد بود و آلبوم کناری هم که داره باش استارت میخوره، آلبوم یینگ که یه فضای کاملا متفاوتی باش داره. ولی خب اونطوری که حالا به من رسیده میگن که توی آلبوم بهش قرار یک مقدار آلبوم شماره دارتری باشه نسبت به ترک ها، یعنی مثلا امکان داره یه عجب سه بشنویم، امکان داره یه من فایب بشنویم. دارم اینا رو مثال میزنم، صرفا فکر نکنید که مثلا حتما دقیقا اینا باید بیام، نه. اونطوری که به من رسیده گفته این آلبوم ترک های شماره دار داره و قرار بریم با هم دیگه ببینیم که در آینده چه اتفاقی میفته. آقا این بود از تباشی و تحلیل آلبوم بهشت از امیر تتلو که قراره استارتش به صورت سنگین دوباره شروع شه، چون یه مقدار فاصله افتاد دیگه بین ترک آخر که از این به بعد بود. امیر تتلو رفت روی اون یکی آلبومش و فکر کنم 4-5 ترک رو اون برداد و الان روی این آلبوم داره تمرکز میکنه، آلبوم بهشت. بریم با هم دیگه ببینیم که این آلبوم قراره چجوری باشه، یه آلبوم متضاد آلبوم بهشت، یه آلبوم جهنم بود. واقعا به نظر من یکی از بهترین آلبوم های رپ فارسیه، ولی خب آلبوم بهشت فضای متفاوت تری داره نسبت به چیزا، هم از لحاظ کاور هم از لحاظ متن. امیدواریم که آلبوم خوبی از آب در بیاد. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. لایک کامنت سابسکرایبتون فراموش نشه. عشق دلید. تا یه ویدیو دیگه. فلان.